کتاب حماسه ستارخان. سپیدارهای بلندی که در باغ اقامتگاه شاه سایه افکنده بودند با هزاران فانوس رنگارنگ کاغذی و چراغهای برق آراسته شدند. همه جا پرچم در اهتزاز بود. در خیابانهای باغ تاقهای آراسته برپا کردند. سلطان بنای گردش در باغ را گذاشت تا شخصاً اطمینان حاصل کند که همه چیز آماده است. درباریان چاپلوس با یونیفرم‌های زردوزی شده پشت سر شاه گام بر می‌داشتند و هر کدام از اینها با روش ویژه‌ی خودشان کوشش می‌کردند مراتب چاکریشان را به شاه بنمایانند. از هر سو فریادهای شادی به گوش می رسید و این فریادها پیوسته با عبارات بله قربانت گردم درباریان همراه بود. اینان چنان در برابر شاه کرنش می کردند که گویی بت پرستان در پیشگاه بت اعظم نیایش می کنند. خود محمد علی شاه هم با آن چهره خشن و ناهنجارش، با آن چشمان ریز و آب دفیده اش، با آن گردن لخت و پرگوشتش درست به همان بت می مانست. به این بت نوید داده بودند که دیگر بیگمان پیروز خواهد شد. مشاوران جنگیش پیوسته اخبار امید بخشی به او می‌دادند و همه این اخبار حاکی از آن بود که دشمن بیگمان شکست خواهد خورد. سرهنگ دوم محمد خان که اخیراً از اردوکشی آذربایجان بازگشته و به تازگی مقام دژبان پای تخت را به عهده گرفته بود، در برگزاری این جشن سهم بزرگی داشت. با وجود پایان نیافتن کار ستارخان، همکنون کسی که به منظور حمله تا پشت دروازه های تبریز رفته بود برای حفاظت اقامتگاه شاه برگزیده شد. برای این کار چه کسی بیش از محمد خان صلاحیت داشت؟ او هم اصیل دلیر و هم به شاه وفادار بود و این سرهنگ دوم جنگ دیده می توانست به خوبی نظم را در تهران برقرار کند. محمد خان همین که به پای تخت وارد شد، در آنجا همه چیز آرام بود. نمایندگان مجلس این آدم های وراج و بیکاره خود به خود خاموش گردیدند. گویا از بس حرف زده بودند خسته شدند. مردم همه مات زده در انتظار رویداد مهمی بودند و عیب ندارد اتفاقی نخواهد افتاد. شورشیان شکست می خورند و آرامش و امنیت بر پای تخت فرمان می شود. برای برقراری سامان در پای تخت دستی کوچکی قزاق در اختیار محمد خان قرار داشت و این نیرو کافی به نظر می رسید و دژمان نیازمند به نیروی فراوانی نبود. بخشی از این قزاق ها در کاخ شهری پاس می دادن و قسمتی هم در سرباز خانه بودن. محمد خان برای اینها ترتیب برگزاری جشنی را داد و بگذار که قزاق ها هم بدانند که عملیات جنگی رو به پیش رفت است. بگذار اینها هم عیش کنند و فرمانده تازه دژبان را به ستایند. به هر قزاقی 10 تومان پول نقد پرداخت می شد. در میدان برایشان نمایش خندداری ترتیب دادند و غذای خوبی هم به آنها خوراندند. قزاقها به عیش و نوش پرداختند و هنگام شب بزم پایان نیافت. قزاقهای مست به قماربازی، رقص و پایکوبی و ور رفتن با مطربها سرگرم شدند. در کاخ سلطنت آباد هم همان گونه به شادی سرگرم بودند و روش شادی آنها هم دست کمی از قزاق‌ها نداشت. اما نمای این مجلس جور دیگری بود.
در زیر پرتوی درخشان چراغ برخای سالن کاخ و در خیابانهای باغ افسران و امرای ارشد ارتش و حضرات درباریان با لباسهای پرزرق و برقشان مانند عروس گردش می کردند. اما در میان این اشراف هم افراد مست فراوان یافت می شدند. اینها هی خود را می جنباندند و واجه های چرن به زبان می آوردند، گویا خود شاه هم مست شده بود. او به گفته های زشت و بیادبانه و ناسزاگویی مهمانانش گوش می داد. با آهنگ ناهنجاری با آنها قهقه سر می داد و وراجی های بیمعنی آنها را خوشمزه می پنداشت. دو افسر قزاق، یکی در راست و دیگری در سوی چپ، حتی یک گام از او عقب نمی افتادند و هنگامی که شاه برمی گشت ناگهان با او عقب گرد می کردند. گویا وضع تیره بود، آجودان‌ها از مافوق‌هایشان فرمانی دریافت کردند که حتی یک ثانیه اعلی حضرت را تنها نگذارند. در ته باغ چیزی مانند صحنه تئاتر ساخته شده بود. در اینجا لوده‌ها، شوخیگران، شعبده‌بازان و بازیگران دیگر هنر نمایی می کردند. آنها همه جور ادا و اطوار در می آوردند و به اصطلاح زشتی های مشروطیت نمایندگان مجلس، سپهدار و سردار اسعد را نمایش می دادند. روی صحنه جلسه نمایندگان مجلس را نمایش می دادند. آنها در نقش نمایندگان مجلس سخنان ناشایست می گفتند و وراجی می کردند و نتیجه می گرفتند که این وراجان می خواهند در اداره حکومت دخالت کنند. یکی از حضرات زود باور با شگفتی گفت: با این ترتیب درباره برقراری دوباره مشروطیت و انتخابات مجلس دوم اعلامیه صادر شده، آیا این مسخره نیست؟ سیاستمدار به اصطلاح آزموده ای به او جواب داد: آقای محترم، صدور این اعلامیه چندان ساده هم نیست. شاه ما خردمند است. او می داند چه هنگام به گرسنگان نان بدهد و چه موقع از او پس بگیرد، آن اندازه او را نمی خوراند تا سیر شود. پس از زمانی صحنه عوض شد و همکنون بازیکنان در نقش انقلابیون تبریزی در صحنه خود نمایی کردند. اینها با چهره‌های هراسناک و ریشو در حالی که کارت به دندان داشتند در صحنه پدیدار گردیدند. با چشمان از حدقه درآمده و دهان کف کرده به دولت و خدا فحش می‌دادند و ناسزا می‌گفتند. در این هنگام چند قزاق پدیدار شدند، آنگاه همه از زور هراس لال شدند. در پایان نشان داده می شد که بلواگران را به دار آویخته اند و چند عروسک را نشان دادند که روی صحنه تکان می خوردند و زبانهایشان از پشت سرشان بیرون آمده بود. چند تایی از تماشاگران عالی مقام بودند و از دیدن این صحنه بیشتر در خود فرو رفتند. آخر خطر از سر هواخواهان خود کامگی رد نشده بود. حتی ارتباط تلگرافی و پستی با بیشتر شهرستان‌ها گسسته بود و به راستی در چند کیلومتری بیرون شهر تهران نبرد جریان داشت. اما به محمدعلی شاه جور دیگری گزارش داده بودند. این روزهای آخر به او تلقین شده بود که اوضاع کاملاً بهتر شده و تنها بایستی کمی صبر کند. همه معتقد بودند که سیاست داهیانه قبله عالم و آزمودگی و استادی فرماندهان ارتشش یک بار دیگر شاهد پیروزی را در آغوششان خواهد افگند. فرمان روای ایران فدای دروغگویی و ریاکاری مضاعف عمال خود گردید. مأمورانی که خود شخصاً به قرارگاه های سپهدار و سردار اسعد فرستاده بود او را سخت فریفتند. این مأموران به نوبه خود سلطان را مطمئن کردند که دو دسته شورشیان کمتر از دو یا سه روز دیگر با هم برخواهند آویخت و این گونه قبله عالم را دست انداختند. بیش از همه این گزارش نادرست که انجام آن چندان بعید هم به نظر نمی رسید باعث گمراهی شاه شد. سپهدار و سردار اسعد ممکن بود با هم برآویزند، اما آنها خوب می‌فهمیدند که برای پیروزی در این عملیات ضرورت دارد که با هم متحد و یگانه باشند. دوستی ظاهری آنها هم می‌توانست مردم را گول بزند، آنها نیاز داشتند تا در برابر یکدیگر گذشت نشان دهند. جشن ادامه داشت و شاه همراه دلقکی که لباس رنگاوارنگ پوشیده بود و دو افسر قزاق در خیابان بزرگ باغ قدم می زد.
بابی قیدی با درباریان شوخی می کرد و می خواست وسیله تفریح و خنده تازه ای بیابد. شوهر خالی شاه حضرت والا ارشد و دوله که مقام برجسته ای در دربار داشت به او برخورد کرد. این همان ارشد و دوله ای بود که تقریبا یک سال پیش در باغ شاه نمایندگان مجلس اسیر و زنجیر شده را بیدادگرانه محاکمه می کرد و حکم اعدام یا شکنجه آنها را می داد. همان اندازه که آن روز مغرور و سنگدل بود، امروز آدمی مهربان و نرم دل به نظر می رسید. شاه فهمید که او بسیار دلتنگ و افسرده است، می خواست به او روحیه دهد، با شادمانی به او گفت: امیدوارم شاد باشی ارشد. حضرت والا با اندوه جلوی شاه سر فرود آورد و گفت: قربان الله حضرت همایونی بگردم، نمیتوانم شاد باشم. شاه گفت: انگیزه دلتنگی شما چیست؟ ارشد گفت: انگیزه شادی در من وجود ندارد. دشمنان تاج و تختداران از اصفهان و قزوین به سوی تهران می آیند. هدف مشترک همه پای تخت است. من در شگفتم که چگونه اینجا همه به این مسئله مهم بی اعتنایند. سلطان نگاهی به افسران محافظش کرد و زیر خنده زد و آنها هم قاه قاه خندیدند. دلقکی که همراه شاه بود به شکلک بازی و ادا و ادوار پرداخت و دستش را روی شکمش فشرد و میخواست به نمایاند که ترس روی شکم آدم اثر میگذارد. سپس حرکت بیادبانه ای از او سر زد. محمد علی شاه در حالی که میخندید خطاب به خویشاوندانش گفت: ارشاد، من هم میدانم که دشمنان هم اکنون شتابان به تهران نزدیک میشوند، خب چرا میترسی؟ پیرمرد زیر لب گفت: اعلی حضرت ها، من بیش از این تاب شوخی ندارم. شاه که گویا به خود آمده بود چهره جدی گرفت و به یکی از افسران همراهش فرمان داد: برای حضرت والا خویشاوند من کاملا وضع را روشن کنید. افسر با ریخت خود پسندانه اما بسیار مؤدبانه ای برای آرام کردن حضرت والا گفت: حضرت والا، شما بیهوده نگرانی. چند روز پیش وضع به راستی بد بود. دشمن تا نزدیکی بادامک رسید. ارشد و دوله پرسید: بادامک کجاست؟ افسر کمی لبخند زد و گفت: نام روستایی در باختر تهران است. نیروهای دلیر ما به آنجا اعزام شدند. دو روز جنگ ادامه داشت. دشمن در آنجا زمین گیر شد. دسته های دشمن همکنون پراکنده شده ان، میان خودشان زد و خورد در گرفته. صدایش را آهسته تر کرد و با اطمینان گفت: افراد ما پوست دشمن را کندن، همکنون شورشیان خودشان به جان هم افتاده ان. از طرفی دوستان انگلیسی ما گفتند این وحشیای اصفهانی گویا از حمله به سوی تهران منصرف شدند. سلطان گفت: حضرت والا، ملاحظه می فرمایید در میان شورشیان نابسامانی فراوانی پدید آمده. ارشد و دوله این گفته را شنید و خاموش سرش را تکان داد و دیگر اعتراضی نکرد و به نظر می آمد از ناآگاهیش در برابر این افسر احساس شرمندگی می کند. سلطان یک بار دیگر به خویشاوندانش خندید و به او توصیه کرد که امشب برای آرامش و امنیت شهر دعا بخواند. در تالار پیوسته صدای گیلاس‌های نوشابه به گوش می‌رسید. چاپلوسان جام خود را بلند می‌کردند و به خیرتمندی اعلی حضرت درود می‌فرستادند. نزدیک نیمه شب بود. هلهله و شادی از اندازه گذشت. سر و صدا و فریادهای درهم و برهم فضای تالار را پر کردند. نوجوانان در حالی که لباس زنانه پوشیده بودند می‌رقصیدند، چشمانشان را خمار می‌کردند و موهای فرفریشان را تکان می‌دادند. قر و قمزه و تکان اندامشان بسیار بی‌ادبانه و شهوت‌انگیز بود. صدای زنگ‌های انگشتشان که با آهنگ رقص آنها را به هم می‌زدند مهمانان مست را سخت برمی‌انگیخت. در این هنگام در محوطه باغ هم صحنه تازه‌ای پدید آمد. از پشت درختان دلقکی بیرون آمد و او جامعه فداییان را به تن داشت. کلاه گردی به سر و سرشت قطار روی شکمش بسته و چند قطعه چوب تراشیده به کمرش آویزان بود و چنان می نمود که اینها نارنجک دستی هستند.
این دلقک تفنگ کهنه و شکسته ای به دست داشت. بیدرنگ پس از نمایان شدن دوباره گریخت و پشت درخت ها پنهان شد. امیر بهادر وزیر دربار جنگ از انتهای خیابان همراه آجودان حضورش به پایین خیابان می آمد. او نشان و مدال بسیاری به سینه اش زده بود و هر گام که بر می داشت صدای جرنگ جرنگ اینها به گوش می رسید. محمد علی شاه خود را در سایه درختان پنهان کرد و در انتظار تماشای رویدادی که خود آن را برانگیخته بود شد. سلطان از این وزیر پیر چندان خوشش نمی آمد. 20 سال پیش این مرد مغرور پایه‌ای بلند داشت و در التزام مظفرالدین شاه مرحوم به اروپا رفت. آن وقت نه تنها محمد علی شاه سلطان نبود بلکه کمتر در دربار دیده می شد. امیر بهادر با مظفرالدین شاه رژه نظامیان روس را در پترزبورگ تماشا کرد. شاه ارتش روس را ستود، اما امیر بهادر در گوشی به اعلی حضرت گفت: اینها همه خود نمایی است، من تنها با 500 تن سرباز حساب همه اینها را می رسم. اما همکنون وزیر دربار فرتود لنگان لنگان در خیابان باغ گام بر می داشت و خود را به جلو می کشانید. اصلا محمد علی شاه از دیدن ریخت و چهره این پیر مرد بیزار بود. ناگهان از پشت درختان مردی ناشناس که سر تا پا مسلح بود بیرون آمد و زیر لب چیزی گفت و سلاح خود را بالا آورد و به امیر بهادر هراس زده حمله کرد. آجودانش با سراسیمگی خود را به جلو پرتاب نمود و امیر بهادر در جایش خشکش زد و زبانش به کامش چسبید. از زور هراس به خود می لرزید و نمی توانست که روی پا بایستد. خنده ی ریشخندامیز و هالووار دلقک او را به حال خود آورد. شاه این نمایش را تماشا کرد و از خنده روده بر شد. چشمان ریزش کاملا در میان چین چروک های چهره اش پنهان شده. در این لحظه از دور صدای تیراندازی به گوش رسید و شاه ناگهان نگران شد. اما موضوع دست انداختن وزیر دربار و ترساندن او یادش آمد و بیدرنگ نشانه نگرانی از چهره اش زدوده شد. دیری نپایید که سرتیپ عباس خان خود را به او رسانید و عرض کرد: اعلی حضرت ها اجازه فرمایید گزارش فوری به عرض برسانم. شاه آشکارا نگران شد و به کاخ برگشت. حالت هراس زدگیش به دیگران هم سرایت شد. مثل اینکه جشن به هم خورد، نوازندگان و سرایندگان خاموش شدند. کم کم حرکات رقاصان هم پایان یافت، مهمانان آه می کشیدن و با یکدیگر در گوشی سخن می گفتن. شاه بسیار نگران است، چه شده؟ من چیزی نمی فهمم، سرتیپ عباس خان کجا رفت؟ بی گمان دنبال کار فوری رفت. مهمانان نگاه های تردیدآمیزی رد و بدل کردند. فقط آنهایی که از مستی سیاه مغز بودند پشت میزها باقی ماندند. اینها تهمانده بطری های نوشابه را خالی می کردند و پیوسته فریاد می زدند: زنده باد محمد علی شاه. اما آنهایی که هوشیار بودند همکنون با دیدگان هراس زده به در خیره شده بودند و رسیدن اخبار تازه ای را انتظار می کشیدند. دقیقه ها به کندی می گذشتن که سرانجام همه سر و صداها خاموش شد. پیش خدمت ها چراغ‌های اضافی را خاموش کردند، تلفن چی پدیدار گردید و پس از دریافت دستوری بیدرنگ ناپدید شد. در این میان صدای تیراندازی و انفجار پیوسته تر و نیرومندتر به گوش می رسید. مهمانان که این اوضاع را می دیدن سخت به هراس افتادند. شاه با گونه های باد کرده نفس زنان جلو و عقب گام بر می داشت و با ناشکیبایی ساعتش را نگاه می کرد. سرپرست مرکز تلفن کاخ با شتاب به حضور دوید، تنش از ترس می لرزید. او به عرض رسانید: قربان اعلی حضرت همایونی بگردم، هرچه زنگ زدم کسی جواب نداد، گویا در مرکز تلفن کسی نیست. شاه نتوانست خودداری کند، گفت: اگر اینجا مجلس بزم نبود میدادم کتکت بزنن، یا لابد برو با تلفن شخصی خودم تماس بگیر ببین چه خبر است. و دوباره لحظات انتظار فرا رسید. همکنون تلفن چی سر رسید، اما مثل بید می لرزید. گفتارش نافهمیدنی و بریده بود، گفت:
قربان، همین که گوشی را برداشتم خود سرتی به من جواب داد از کاخ تهران. محمد علی شاه نعره کشید و گفت خب سرتیپ چه گفت؟ بگو جان بکن. سرپرست تلفن به خاک افتاد و با زبان فارسی و آذربایجانی آمیخته زیر لب گفت قربان اعلی حضرت، قدر قدرت نامدار گردم. او گفت وضع تهران بسیار بد است. همچنین گفت دشمن به اینجا یعنی سلطنت آباد هجوم خواهد کرد. پس از این گفته یه سرتیب ناگهان تلفن قطع شد. هرچه دوباره زنگ زدم کسی جواب نداد. شاه مانند کسی که از خواب بیدار شود گفت یعنی وضع ما بد است؟ یعنی آنها اینجا می آیند؟ خب چگونه اینها اینجا پیدا شدند؟ چه خائنی به آنها کمک کرد؟ آخر دیروز جنگ در شهریار جریان داشت، ناگهان اینجا پیدا شدند. سپس داد زد و گفت آی شیپورچی، شیپور آشوب بزن همه اسلحه بگیرند. آنگاه رو به تلفن چی کرد و گفت تو بیدرنگ به سربازخانه و پلیس تلفن کن، یالا زود باش. نگهبان اقامتگاه و سربازان مسلح مقیم کاخ سلطنت آباد همه با شنیدن شیپور آشوب سراسیمه شدند و این سو و آن سو دویدند. اینها دنبال رئیس و فرمانده نامعلوم خود میگشتند تا دستور بگیرند که چه باید بکنند. اما صدای تیراندازی نزدیک میشد، صدای انفجارهای پی در پی همه را میلرزاند. حضرات و افسران ارشد کاخ همه خود را باختند. مطرب‌هایی که ساعتی پیش با لباس زنانه می‌رقصیدند و غر می‌دادند و زنگ‌های انگشتشان را به صدا در می‌آوردند، هم‌اکنون از زور هراس کز کرده بودند و زیر دامن اربابان خواستار خود پنهان شدند. اینها از عیاشان کهنه کار بودند. شاه با گام‌های سنگین به سوی اندرون کاخ رفت و در اینجا هیچ کس حضور نداشت. شگفت‌آور بود سوگلی‌های شاه و زنان دلربای اندرون، همین که قبله عالم را در معرض خطر دیدن با صندوق‌های جواهرات و کلفت‌های بیشمارشان بیدرنگ جا را خالی کردند و گریختند. شاه پیرامون اندرون را نگریست، کسی را نیافت، چون بنده ای دیده نمی‌شد. این نشانه تیرگی وضع بود. در این میان یک بار دیگر تلفنچی را پیدا کرد. بسیار افسرده و نامید به نظر می رسید، طبق معمول به تت پت افتاد و گفت دنیای کتاب صوت.